درود به دوستان خوبم و دوستانی که در شبکه دور تیوی زحمت میکشند. اینکه دادستان تهران و مثلا شورای عالی امنیت ملی تصویب بکنن که کسی نمیتونه با هیچ شبکه یا رسانه خارجی مصاحبه بکنه، از جنس ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی است که من انتظار داشتم ایشون بگه آقا من هویت دارم، من هستم، مگه میشه شما صدای منو قطع کنید، نمیدونم تصویر من رو قطع کنید، ممنوع بکنید حضور من رو در انتخابات، ممنوع اعلام بکنید، صلاحیتم رو رد بکنید، من پس کیم؟ مردم ایران اگه نتونن با شبکه‌های مختلف حرف خودشون رو بزنن پس کیان؟ این حضور کجا باید نشان داده بشه؟ آقا شما از طرف بنده وکیل به همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بگید بیاد با من نوریزاد مصاحبه بکنه، من امضا میدم که با هیچ شبکه دیگه مصاحبه نخواهم کرد و مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو تمکین خواهم کرد. ولی وقتی میبینیم هیچ مفر و مجرایی نداریم برای اینکه سخن بگیم، ناگزیریم از تریبون‌های مختلف استفاده بکنیم و این عین درستی است. مگر ما مردم مانده در قفسیم که شما ذره ذره مثلا نان به ما بدید که نمیریم و بعد هویت ما رو انکار بکنید، مرتب ما تحقیر بشیم، اموال ما رو غارت بکنید، آبروی ما رو در سطح جهان ببرید، دزدی های کلان بکنید، نمیدونم از بیت رهبری فلان قاری فلان رفتار زشت رو مرتکب بشه، ولی سیستم قضایی فقط ما رو ببینه، یعنی ما افرادی که طالب حقیم، و بگی شما اجازه ندارید با کسی مصاحبه بکنید، اجازه ندارن روزنامه ها اسم نوریزاد رو بیارن، عکسش رو منتشر بکنن، مادر فرض کنین سعید زینالی، ستار بهشتی، اینها اجازه ندارید شما عکس اینها رو منتشر بکنید. خب این مادر ستار بهشتی، مادر مصطفی کریم بیگی که برادران زحمت کشیدن و با تیر مستقیم زدن به مغزش، اینا رو از پا در آوردن، اینا صداشون رو به کجا باید منتقل بکنن؟ آمدن به دستگاه قضایی مراجعه کردن. خود خانم گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی به من میگفت و به همه که آقا من قاتل ستار بهشتی رو در دادگاه دیدم که رسما اعتراف کرد که ستار بهشتی زیر لگدها و مشتهای من از پا در آمد و جان داد. خب این اعتراف رو در حضور قاضی مطرح کرده و یک سند مسلمه. خب این قاتلش الان کجاست؟ یعنی ما کجا باید دنبال این قاتل بگردیم؟ وقتی هیچ کس جوابگو نیست، این کمال ناجوانمردی است که شما به مادر ستاره بهشتی دستور بدید که شما اجازه ندارید با هیچ شبکه‌ای صحبت بکنید. نه، ما اصلا این قاعده رو قبول نداریم، برای اینکه این قاعده اون طرفش جیب‌های گلوگشاد عباب و عمامه‌هایی است که اموال این مردم رو غارت کردن و تا توانستن زدن کشتن و مردم رو در یک تنگنا فرو بردن. اینکه شما بنشینید و قهوتون رو بخورید و حالا یه دستورالعملی هم صادر بکنید که آقا هیچ کس مجاز نیست با هیچ شبکه‌ای صحبت کنه، به درد خودتون میخوره. اینو خودتون داشته باشید به عنوان یک سندی که بگید آقا ما یک چنین کاری رو کردیم. ولی مطلقا نه بنده و نه دوستانه و نه هیچ انسان منصفی و درستی این رو نمیپذیره و شما هر کاری دوست دارید انجام بدید. ما با هر شبکه‌ای که بتونیم مصاحبه میکنیم و مفاسد شما رو فریاد میکشیم. عرضه دارید صدا و سیما رو بفرستید بیان سراغ من، من همون حرفایی رو که میخوام با شبکه‌های خارجی بگم با اونها میگم. اگر پخش کردن، مگه من بیمارم بخوام مثلا نگاه دیگران رو به این طرف معطوف کنم؟ من با همین صدا و سیمای خودمون می نشینم، با آرامش صحبت می کنم، میگم بله ما در سرزمینی داریم زندگی می کنیم که هیچ مسئولی پاسخگوی عواقب کارش نیست. یعنی شما نمیتونید یه آخوند پیدا کنید، یه امام جمعه که دزدی کرده آدم کشته و بعد
او بیاد پاسخگوی مسئولیتش باشه. مگه این شیخ مصطفی پور محمدی نبود؟ محکم رفت تو همین صدا و سیما برگشت گفت ما افتخار میکنیم که حکم خدا رو عمل کردیم. خب شما وقتی شیخ مصطفی پور محمدی رو میبرید توی صدا و سیما، من نوریزاد رو هم ببرید، گوهر عشقی هم ببرید، مادر سعید زینالی رو هم ببرید، ما هم میشینیم صحبت میکنیم، میگیم آقا این خدایی که تو بهش افتخار میکنی که حکمش رو عمل کردی، یک خدای مصادره شده است، یک خدایی است که اسیر بیت رهبری است، اسیر شما آخونداست، یک خدایی است که اصلا هیچ بضاعت پروردگاری نداره جز اینکه عمله دست شما باشه و خدمتکار شما باشه، که شما با مراجعه به قرآنش آنچه رو که در دل دارید عمل بکنید و بار سنگین مسئولیتش رو به شانه همین خدای ساختگی و فرمایشی بگذارید. ما هرگز این بخشنامه شما رو قبول نمی کنیم، هر کاری دوست دارید بکنید، ما هستیم به خاطر اینکه هویت داریم و اگر طبق فرامین شما عمل کنیم، علنا پوست از تن ما دریده شده است، یک موجود بی هویتیم، و اگر شما دوست دارید هویت نداشته باشید، این شاکله شخصیتی شماست که ایجاب میکنه شما یه جانور دیگه ای باشید که حالا لباسی از انسان پوشیده ولی میزنه میکشه آدم میدزده و بعد اموال مردم رو بالا میکشه. ما این رو، یعنی این قاعده به اصطلاح تحکمی رو قبول نداریم و صحبت میکنیم با هر شبکه ای.